بلک بریم، نامی آشنا برای دوستداران دنیای تکنولوژی، شرکتی که در روزگاری نه چندان دور یکی از بهترین و البته پردرآمدترین شرکت‌های تولید کننده گوشی توی جهان بود. اما کم کم با محبوب‌تر شدن گوشی‌های اپل و البته سیستم عامل اندروید و گوشی‌های اندرویدی، بلکبری رو به افول گذاشت. بلکبری پاسپورت یکی از آخرین گوشی‌هایی است که با سیستم عامل بلکبری او اس روانه بازار شده و امروز که 6 سال از عرضه این گوشی می‌گذره، میخوام ببینم که هنوزم قابل استفاده هست. بعد از 6 سال به نظرم هنوزم یکی از باحال‌ترین طراحی‌ها بین تمام گوشی‌های هوشمندی که تا حالا به بازار اومدن برای بلکبری پاسپورته. به محض تو دست گرفتن گوشی مشخص میشه که پاسپورت چقدر خوب ساخته شده. وجود کیبورد کوئرتی، کنارهای فلزی و پشت پلاستیکی گوشی که خیلی با پلاستیکای بیکیفیت بعضی از گوشی‌های دیگه تفاوت داره و سفت و محکم توی دست قرار میگیره، پاسپورت رو به یکی از خوش ساخت‌ترین گوشی‌های اون زمان تبدیل کرده بود. صفحه نمایش 4.5 اینچی با نسبت تصویر نادر 1:1 بلکبری پاسپورت خیلی شفاف و پرنوره و کار کردن با اپ‌هایی که میشه تو این گوشی باشون کار کرد رو خیلی لذت بخش میکنه. اما مشکل اینه که فقط بعضی از اپ‌ها توی پاسپورت ران میشن. بلکبری تو نسخه بلکبری 10 از سیستم عامل خودش اجازه استفاده از برنامه‌های اندرویدی رو تو گوشی‌هایی که از این سیستم عامل پشتیبانی می‌کردن اضافه کرد. مثلا شما می‌تونید بازار رو روی بلکبری پاسپورت نصب کنید و به همه برنامه‌هایی که توی بازار هستن دسترسی داشته باشید. اما خب الان 6 سال از عرضه این گوشی می‌گذره و چند ساله که آپدیتی برای این سیستم عامل ارائه نشده و خیلی از برنامه‌ها روی این سیستم عامل دیگه ران نمیشن، مثل اینستاگرام یا واتساپ. خود بلکبری هم اپ استور مخصوص خودش به اسم بلکبری ورلد رو داره که میشه از اونجا برنامه‌های نیتیو مخصوص سیستم عامل بلکبری رو دانلود و نصب کرد. اما از اونجایی که بلکبری آی پی ایران رو بسته، خود بس شدن به بلکبری ورلد هم دردسرهای خاص خودش رو داره. خودم الان یه ماه هست که دارم از پاسپورت به عنوان گوشی دوم استفاده میکنم و بیشتر برای وبگردی، ترجمه کلمات با گوگل ترنسلیت و پیدا کردن آدرس با گوگل مپ به دردم خورده. خوندن کتاب هم توی پاسپورت واقعا کیف میده. دوربینی که بلکبری تو پاسپورت ازش استفاده کرده یه دوربین 13 مگاپیکسلی هست که همون موقع که این گوشی تازه به بازار اومده بود هم جز دوربینای معمولی محسوب میشد و الان دیگه در مقایسه با دوربین گوشی‌های فعلی چنگی به دل نمیزنه. در مجموع بلکبری پاسپورت با وجود دلربایی که به خاطر ظاهر زیبا و خاص خودش داره، گوشی مناسبی برای استفاده کردن تو سال 2021 نیست و خیلی جا ممکنه لنگتون بذاره. دلیل اصلی این قضیه هم استفاده از سیستم عامل بلکبریه. شاید اگه بلکبری اون موقع از سیستم عامل اندروید استفاده میکرد، الان داستان برای این شرکت فرق داشت. من خودم خیلی دوست دارم که نسخه جدید از پاسپورت با سیستم عامل اندروید 12 عرضه بشه و فکر میکنم که موفق هم باشه. خب دوستان، خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. فعلا.